اولین دفعه که انتخاب شدیم سفری بود که بعد می رفتیم دور اروپا که مدتش 40 روز طول کشید. اردو بود یا مسابقات بود؟ رفتیم به اصطلاح تمرین و اینا. بله، مربی فکر کنم مستر سوش بود یا خارجی بود، یا رایکوف بود یا کدوم اینا بودن که رفتیم و بعد برگشتیم که تیم ملی بازی های آسیایی شکل کردیم که قهرمان آسیا شدیم. راجبمون بازی آسیایی هم صحبت کنیم؟ نه. اگر این چیزی یادتونه به حال قهرمان شدیم که؟ بله، اون موقع بازیکن ها که گفتیم دیگه، درسته؟ بله، بزرگتر ها بودن. سرمربی کی بود؟ سرمربی اون موقع مرحوم دهتاری بود، بعد آقای بیاتی بودن، محمود بیاتی و محمد بیاتی، بعد باز مربی مرحوم رنجبر بودن. بعد دیگه جوان‌ترا دیگه به ما مربی تیم ملی رسید. سلسله مراتب که ما مربی تیم ملی شدیم، اومدیم بازی‌های آسیایی که بسیار تیم خوبی داشتیم و یه تیم جوان داشتیم و واقعا تو استادیوم آزادی بچه‌ها با تیم‌های بزرگی مثل تیم کره شمالی که تازه اون موقع این تیم با تیم پرتغال و اینا بازی کرد. بله، ما اینجا توی استادیوم آزادی با تماشاگری که استادیوم آزادی 100,000 نفره تا لب خط چمن هم تماشاگر نشسته بود، یعنی من فکر کنم بالای 100 تا بودن و واقعا اون سال این تیم جوان از حیثیت فوتبال مملکتمون، چون همه جوان بودن، چون قدیمی ها مثل بزرگای مثل رنجبر، همایون بهزادی اینا دیگه نبودن. بعد همون تیم توی المپیک شرکت کرد یا نه؟ بله. و اون تنها المپیکی بود که تیم رفت مونیخ. رفت مونیخ. از اون بازی هم صحبت میکنید؟ مونیخ فقط ایرادش بود که در زمان رفتنمون خیلی ها رو محروم کردن. چرا؟ حالا یه مثل یه بیشتر هم بچه های تیم شاهین بودن که مواردی پیش رو بردن. مثال انضباطی بوده یا؟ دیگه اون خود فدراسیون فوتبال که اون تیم تقریبا حدود 8-10 نفر از اون بازیکن 48 ساعت مونده بود می حرکت کنیم بریم واسه المپیک مونیخ. بله، یهو گفت این 10 نفر نمیتونن بیان و بازیکن مطرح تیم همه مطرح همه مطرح همه که بعد هم دیگه ثابت جوان ها رو نگه داشتن و بعد چیز شدن. بعد اون بازی هم شرکت کردین و فکر کنم به هر حال تنها دوره بود که ما تو المپیک بودیم. بله، المپیک مونیخ. المپیک با تیمایی که بازی کردیم تیمای بزرگی بودن، مثل تیم مجارستان بود، تیم بازیکنان بزرگی بودن. بله، یعنی چیز نبودیم، تابلو بازی نبودیم، تقریبا بازیمون به حال مساوی کردیم، دو تا بازی بعد خیلی با شهامت بچه ها چیز کردن، بازی کردن. و رجب کار با پرویز دهتاری و اینکه چه اخلاقی داشتیشون در همون سرمربی تیم ملی بود؟ والا خدمت شما عرض کنم، ما گذشته از اینی که مرحوم دهتاری مربی تیم ملی ایران بود، اینجا منظرشون یه خود پایین تر از ما بود و ما تقریبا ما خیلی هم احترام میذاشتیم و خیلی چیز بود و خیلی هم نسبت به ما محبت داشته. ما اولین جلسه که انتخاب شدیم تقریبا کلاس سوم یا چهارم دبیرستان بودیم که با اون بازی بزرگی که زبان زدم
مردم خوب کشورمونه، بازی با کره شمالی بود که این تیم کره شمالی تیم پرتغال رو نمیدونم اینا رو شکست داده بود تو اومده بود استادیوم آزادی و بله بله گل اول من زدم گلت به قول دوستا گل تاریخی میگن، خیلی فاصله اش هم خیلی دور بود موقع کره شمالی در واقع اول بود. بله 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 کره جنوبی مثلا میامدن بازی میکنن ولی کره شمالی اصلا رفت و اومدی به اون صورت نبود و بسیار این استادیوم آزادی من فکر میکنم تا حالا اینقدر جمعیت ندیده بود، تا لب خط چمن نشسته بودن که شاید گل اولم یه توپی نصیب ما شد و شوت زد پشت 18 قدم خدا خواست توپ رفت اونجا که دلش میخواست. اون چه بازی هایی بود که با کره شمالی؟ بازی های جام جهانی بود انتخابی جام جهانی بله که بردیمشون و بعد رفتیم پیونگیان، اونجا هم بازی های سختی بود و خدا بیامرزه همایون بهزادی و دوستای قدیم رنج برای اینا که خیلی زحمت کشیدن و اون موقع فوتبالی که ما بازی میکردیم تقریبا بیش از 50-60% فقط غیرته بود، نه اینکه فقط غیرت باشه و تکنیک و تاکتیک نباشه، ولی این بود که اون موقع رسم بر این بود که اگه سرت بره توپ نره، این استثناءن الان دیگه هیچ، الان با 2000 خودشون این برابر میکنه متاسفانه. رضا پرویز بهداری پرویز خان دهتری یه مربی بودن که قبل از هر چیز به اخلاقیات و منش بعد انضباط و ادب و اینا خیلی اهمیت میدادن بیشتر از حتی خود بازی و اون موقعی که ما برای تیم ملی هم انتخاب شدیم خدا بیامرزه مرحوم دهتری رو همینجا کردم ما زندگی ما خونه پرویز خان پایین تر از خونه ما بود تو همه کوچه شقاقی صبح میام پیاده میرفت داودیه یه دوری میزد و میامد میرفت که ما رو انتخاب کردم برای خیلی ها خیلی چیز بود که یه بازیکن جوان انتخاب کردم و در بازی کره شمالی دیگه خودتون نشون دادید. بله ما ثابت کردیم که این خدا بیامرز بعد انتخاب نکرده و اون گل معروفه که همیشه و هر کی میگه میگه بله کره شمالی کره شمالی فکر میکنم سوریه باشه تو امجدی تو امجدی است بله که گل زنی اونجا امجدی است با سوریه بله اون سوریه هم خیلی تیم همون دهه 40 دیگه روسیه بله دهه 40 به به اینجا احتمالاً یه مدرسه یا دبیرستان بود یا این تیم آموزشگاه ها بود که قهرمان ایران شده اینا الان خدمتتون بگم فکر کنم اگه چشم خوب ببینه ناماشناها این غلام وفاخواه این پرویز میرزاحسن مهدی لواسانی اکوا کارگر جمع نه عزت جان ملکی کنستانت ممکی نژاد این رجوی این من این همایون شارخی این عبدالله سایدی خدا بیامرز اینا دائمی اینجا همون تیم بله این تیم سخ این دکتر اکرامیه بله مال باشگاه شاهین بله این هم مال مطبوعات روزنامه کیهان بود که جایزه گرفت بله اگر هر کدومش که آشنایی که اینجا شوروی این مصطفی عرب
رفتیم برای مسابقه. بله مسابقه. چه مسابقاتی بود؟ همین مسابقات هر سال ما یه دوره دو دوره روسیه میرفتیم بازی های دوستانه شرکت میکردیم. این اصغر شرفیه نکنیم. آره این گودرز حبیبیه. این هم مهم. این تیم آموزشگاه هاست. مثلا شما تیم آموزشگاه های اون موقع تیم قدری هم بودن. بله همه تیم ملی بودن. از کیوان نیکنفس و مجید حلوایی و اصغر شرفی و الان بچه های این نداره بازیکن تیم آموزشگاه هاست. خب اینجا کجاست؟ این هندوستانه. یه مسابقات بله جام کلکته. جام کلکته هندوستان. آشنایی بود یا بازم مقدماتی؟ نه این یه جامه میذاشتن جام میلز بود. جامه که این پاس شرکت این تیم پاسه. آها. که شرکت کرد. اینجا به نظر ایران نیست یا هست؟ نه خیلی ایران نیست. اینا این خدا بیاموز اکبر افتخاری این ناصر این رنج عرب اجازی الان مثلا آره این ناصر. پس این تیم ملی بوده؟ بله تیم ملیه. این مظلومیه، این جعفر کاشانیه، این عربه، اکبر افتخاریه، هماین بهزادیه، پرویز قلیچخانیه، مهرابه، مصطفی عربه، بله، من کیم گوشی که اینم ما این باشم، راهمون دادم. بریم ببینیم در ادامه. این بازی بود که با تیم پرتغال داشتیم. این امجدی هست. امجدی. این اوزبیو. بله اوزبیو. بله. شما منم کیوان نیکنفس. بله ایشون. اینم پرویز میرزحسنه. پاس بازی داشت. این آقا جواد رمزی بازی تهرانه. اینم که دانشکده پلیس اونو که دانشجو بودیم و اینجا هم بله به همین چیزا میخوره. بگی توش اکی درست نسوی این آقای اعتمادی داغر بودن ایشون. این تیم ملی بود مقابل ترکیه. این هم تو امجدیه. این حسن عیبیه، این ناصر خدا بیاموزه، حسین کلانی، این وطنخواه، کارو، مهتی مناجاتی، پرویز میرزحسن، جعفر کاشانی.